تغییر موازنه در منطقه و بروخ کشیدن توانمندی های ایران در اجرای عملیات های پیچیده نظامی مهمترین شاخصه اجرای عملیات مهم ولفجر 8 و 90 روز جنگ سخت در خواب است. خیلی جنگ سخت شد. عبور از رود اروند و نزدیک شدن به خط دشمن در خواب به منظور کوتاه کردن دست عراقی ها از خلیج فارس و عقب راندن تجهیزات نظامی صدام از مرزهای جنوبی ایران، آن هم در شرایطی که دشمن با کمک رازیت که نوعی رادار سطحی بوده و هر جنبنده ای را تا شعاع حدود 20 کیلومتری در منطقه اروند و فاو به وضوح نشان می‌دهد، حتما باید کار سختی باشد. نه از جلو سمت راست، از سمت چپ و جلومون دشمن پاتک کرد و ما دیدیم که نمی‌تونیم بایستیم. واقعا شرایط سختی پیش اومد. ما دیدیم خاکریز زدیم و مثلا حدود 100 متر جا گشتیم، یه خاکریز دوباره به طول 11 کیلومتر کشید. اما 2000 غواص ماهر و تمرین کرده شناسایی منطقه را با سختی انجام داده و چند دانشجو نیز در تلاش یک ساله به تهیه جدول آرامترین زمان جذب و مد اروند رود اقدام میکنند. حدود 2000 غواص ما از این طرف رودخونه در یه عرض حدود 20 کیلومتر شناکنان میرفتن اون سمت. ساعت 22:10 20 بهمن 1364 قرارگاه خاتم الانبیا فرمان انجام عملیات ولفجر 8 را در منطقه فاو صادر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا قولا و ما قولا الله بالله العلی العظیم. یا قاتلیهم حتی لا تکون فتنه، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. اون شب، شب عملیات، خب ما از اصل غافلگیری استفاده کردیم. پس از تحت کنترل در آمدن مناطق اولیه و پیشبینی شده عملیات در خواب و چاه‌های نفتی این منطقه، حرکت و آرایش نیروها در خواب و سرپلگیری از دشمن تا دریاچه نمک که آخرین مرحله نبرد فاو است توسط نیروهای سه قرارگاه خاتم الانبیا، کربلا و نوح انجام می شود. اینجا بزنم خبری همینجا خیلی خوب بود. نگاه بده همینجا بیرده بوده رو خیلی خوب بوده خیلی خوب. این نبرد که 90 روز به طول می انجامد عراقی های عصبانی را مجبور می کند تا با لشکرهای مخصوص ریاست جمهوری حزب بسط اقدام به پاتک های ناموفق کند. شدت این حملات پی در پی دشمن که برایش یه مسئله حیثیتی شده بود، فاو از دست داده بود، ارتباطش با خلیج فارس قطع شده بود، ام القصر و بصره تهدید داشتن می شدن و لذا اون خودشو با آب و آتش میزد. و هنگامی که عراقی ها در فاو خود را شکست خورده دیدند، باز هم اقدام به بمباران شیمیایی منطقه میکنند، به طوری که حزب بعث عراق در هر کیلومتر مربع منطقه فاو 100 کیلوگرم گاز شیمیایی منتشر میکند. اما مقاومت ایرانی ها در فاو زبان زد خاص و عام شد. احداث سد خاکی و پل‌های لوله‌ای یکی دیگر از توانمندی‌های ایران در عملیات ولفجر 8 بود که رسانه‌های جهان صفت بی‌نظیر به آن دادند.